سلام. در اینجا قصد دارم طریق شکستاندن قلف نگهبان را برای شما گزارش بدم. ببینید، یکی از جمله قلفایی که به اسم قلف نگهبان یاد میشه قلف آکلاکه. این قلف فقط از روی سیدی اورجینال میخونه، یعنی وقتی شما سیدی رو به داخل کامپیوتر قرار بدیم، کپی از سیدی رو به داخل کامپیوتر قرار بدیم، وقت نصب بزنید. ببینید، خطا در شناسایی قلف. بیشتر سیدی هایی که از این قلف ها داره، نرم افزارها و داخل از اینا به صورت مخفیه که شما میتونید توسط نرم افزار ایزو بوستر و یا نرم افزار وندار نار استخراج کنید. ببینید، من نرم افزار ایزو بوستر رو نصب کنم. سریال نه ایزو بوستر رو از اینجا اجرا میکنیم. ببینید، دیر کامل کپی کنیم، به این قسمت پیست کنیم، به این قسمت کامل کپی کنیم و آخرین سریال رو هم تا به این قسمت کپی کنیم و به این قسمت پیست کنیم و بروی از گودن کلیک کنیم. ببینید، در داخل سی دی وقتی شما اوپن کنیم یک فولدر وجود داره، اما وقت با ایزو باستر باز کنیم ببینید یک فولدر اضافه دیگه هم داخل ازی وجود داره. این فولدر به داخل ازی چند تا فولدر مجازیه، شما باید ببینیم کدوم فولدر مربوط به فایل اصلیه. مثلا ببینید، یک کلمه خارج بکنم داخل ازی چی نداره، برو دکستاپ انتخاب میکنم، ببینید داخل ازی خالیه. شما باید دقیق از اینجا ببینیم کدوم فولدر ازی حجم داره یا فایل زیاد داره داخل. خب ببینید که فولدر ازی برنامه به داخل ازی هسته که باید امون فولدر ازی پیدا کنیم. حجم ترین فایل ازی کدوم هکه؟ ببینید داخل ازی فولدر 96، یک تعداد فولدر دیگه. ببینید به داخل دو فولد 75 77 احتمال هم به داخل می 77 باید چند فولدر دیگه باشه و به داخل 73. ببینید که فایل های اصلی به اینجا قرار داره. ببینید با نگاه کردن می قسمت ها شما میتونیم پیدا کنیم که فایل اصلی و کجای فایل ها و آموزش ها کامل به اینجا. ببینید به خاطر گمراه کردن چند تا فایل مشابه هم می سازم. ببینید در داخل 77 فایل حجم وجود نداره. هر کدوم ما کلیک کنیم چی داخل اون نداره. اینجا کلیک کنیم، اینجا اگر چیزی داشته باشه اینجا نشان میده. ببینید شما فقط کافیه هر فایلی که به داخل چیزی داره امور استخراج کنه. ببینید مثلا 96 داخل دیتا داره و 77 دیگه. فایل رو اگر شما پیدا کردن بتونید میتونید بگردیم تا پیدا کنید و 73. ببینید اطلاعات ما همین هایی. این رو ما میاییم خارج میکنیم، رو دکستاپ انتخاب میکنیم و این رو داخل برنامه استخراج میکنیم. ببینید وقتی برنامه رو اجرا کنید شما هیچ نوع برنامه کپی‌گیری باز نمیشه. مثلا الان خصوص کلون سی دی، کلون سی دی به محصه که باز کنیم در جا پس 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 شما این به یک طریق دیگه هم میتونیم کپی بگیریم که کامپیوتر خود ریستارت کنیم، بعد از سیدیر بندازم به داخل کامپیوتر ریستارت کنیم و بعد از کلون سیدیر اوپن کنیم و از او ایمیج بگیریم. ببینید فایل های اصلی در اینجا قرار گرفت. ببینید فایل های اصلی مربوط به همون فایل بده که مور ایمیج کپی گرفتیم. ببینید حالا اگر هر کدام اینا رو ما باز بکنیم قدرت کپی گیری از کلون سیدیر و ایزو بوستر میندازه. ببینید حالا اگه خواسته باشیم ما اینا رو نگاه بکنیم کاملا دیده میشه، چون حالا اکسترف فایل اکسترک نشده کامل، در حال اکسترک کردن. روش دومی که اگر احیانا کلون سی دی شما یا ایزو بوستر باز نشد، شما میتونیم از نرم افزار وینرار به این شکل استفاده کنیم.
فایل ایمیج ادیر به داخل کامپیوتر خود گرفتم. شما هر جا که ایمیج گرفتیم میتونیم از ایمیج استفاده کنیم. ببینید ایمیج میکشیم و به داخل وینرار رها میکنیم. ببینید که به این قسمت تمام فایل های ازی هست. از اینجا یه قسمت اکسترکت میکنیم. هر فایل که احساس میکردیم که اون فایل به داخل سی دی نیه امور باید اکسترکت کنیم. حالا من روی دسکتاپ میتونم باید دوباره پوشه هایی که به داخل زباتر نشون داده شد پی قسمت هم نشون داده میشه. ببینید که تمام دیتا ها در حال بیرون کشیدن. خب ما یک کنسل میکنیم میریم به داخل هست. ببینید این فایل ها در مفتار مهدار بیرون کرد که از داخل هزنه هیچ کدوم فایل اصلی ما نیه. ببینید اگه ما هجرا رو بزنیم هجرا میشه ولی چیزی به داخل موجود نیه. انتی ویروس امیر به عنوان ویروس میشناسه. مثلا آموزش بزنیم شاید عمل نکنه به خاطر اینکه هنوز فایل های اینجا ذخیره نشده. خب ببینید که ایزوبستر ما گم شد یا فرار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که برنامه ما اجرا کرده بودیم. حال هیچ راهی به جز ازی نداریم که ما بیاییم و ایزوبستر اینا نترس کامل بکشه. به خاطر چی؟ به خاطر که برنامه ما اجرا کرده. هر کدوم از اینا رو اجرا بکنیم حتما کلون سی دی و ایزوبستر از کار میندازه. ببینید که حالا ما باز میکنم ایزوبستر در جا فرار میکنه. پس کلون سی دی ببینید فرار میکنه. فقط تنها چیزی که فرار نمیکنه ویندار. ویندار خیلی راحت میتونه ایمیج ادور باز بکنه. ببینید خب که ما اکسترک میزنیم روی دکستاب و شما میتونیم از قسمت همونار فایل اصلی پیدا کنیم. ببینید که داخل 96 بود، داخل 77 بود، داخل 73 بود. ببینید این فایل هست. اینه که شما اکسترکت میکنیم و یکم ستا بزینه. ببینید که این فایل فایل های کامل همون سی دی هست. فایل ها، تصویری ها، تمام موضوعاتی که مربوط به همون سی دی هست و داخل ازن هست. توجه داشته باشید که این آموزش به خاطر بالا بردن سطح علمی شمانه. کپی کردن از اینا شرحن حرامه. اگر ما مسلمان باشیم هیچ وقت نباید زحمات مسلمان های دیگر به هدر بدیم، چون اینا برای تهیه و تزیه از اینا زحمات بسیار میکشه و مصرف میکنه و ما نباید به خاطر سطیری خوب بیاییم اینا رو کپی کنیم و کپی از اینا رو به افراد دیگر بدیم. اینه که بیشتر فایل ها خالیه. شما فقط بگردیم هر فایلی که داخل اطلاعات داشت امور کپی کنیم. ببینید که تمام فایل ها به قسمت استخراج شد. اگر خواسته باشیم ستپ زیرم اجرا کنیم میتونیم ستپ زیرم برایتی از اینجا استخراج کنیم. ببینید که حالا اگر من این اجرا بکنم از داخل این فایل اطلاعات میخونه. ببینید مثلا آموزش، ببینید که صفحه کاملا باز شد به آموزش هم اجرا شد براکت. ببینید نیازه نیه که شما از روی سی دی اصلی بخونیم. فقط کافیه همین دیتار بر روی یک دی وی دی رایت کنیم. تمام نرم افزار و تمام اطلاعات همون موضوعی که قبلا بود همه به داخل دو هست. ببینید که فیلم ها، عکس ها و تمام موضوعات به داخل دینا موجوده. موفق باشید.